درود بر شما بیننده و شنونده مهمترین اخبار حقوق بشری کردستان ایران هستید. با من آیدا خاتونی از استودیوی آژانس خبری مکریان در مهاباد. سرخط خبرها: اجرای حکم حبس حسن امینی از خانواده کشته شدگان سال 1401، اعدام کامران شیخی زندانی مذهبی کرد اهل مهاباد، کشته شدن یک کولبر در مرز نوسود و رهایی دو زندانی از اعدام در آذربایجان غربی. روز یک شنبه 31 تیر ماه، حسن امینی برادر محمد امینی از جان باختگان سال 1401 جهت اجرای حکم حبس خود بازداشت و به زندان سنندج منتقل شد. به گزارش خبرگزاری مکریان، روز یک شنبه 31 تیر ماه سال 1403 حسن امینی جهت تحمل دوران محکومیت خود بازداشت و به زندان سنندج منتقل شد. آقای امینی اواسط تیر ماه سال 1402 توسط شعبه 101 دادگاه کیفری 2 بوکان از بابت اتهام اخلال در نظم عمومی به 6 ماه و 15 روز حبس و 40 ضرب شلاق محکوم شده بود. حسن امینی برادر محمد امینی یکی از جانباختگان سال 1401 در تاریخ 19 خرداد ماه سال گذشته بازداشت شد. وی نهایتاً در تاریخ 23 خرداد ماه همان سال با تودیع وثیقه از زندان بوکان آزاد شد. بر اساس گزارشات منتشر شده، محمد امینی در تاریخ 16 مهر ماه سال 1401 مورد تیراندازی قرار گرفت و جان خود را از دست داد. حکم اعدام کامران شیخی زندانی مذهبی کرد اهل مهاباد پس از 14 سال حبس در زندان مرکزی ارومیه اجرا شد. بر اساس گزارش رسیده به مکریان، سحرگاه پنجشنبه 4 مرداد ماه سال 1403 حکم اعدام کامران شیخی زندانی مذهبی اهل مهاباد در زندان مرکزی ارومیه اجرا شد. کامران شیخی و 6 متهم دیگر همراه او در ارتباط با پرونده قتل عبدالرحیم تینا توسط شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به اتهاماتی نظیر اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، عضویت در گروه‌های سلفی و افساد فیل ارض به اعدام محکوم شده بودند. روز شنبه 6 مرداد ماه یک کولبر در مناطق مرزی نوسود بر اثر تیراندازی نیروهای مسلح کشته شد. به گزارش آژانس خبری مکریان، روز شنبه 6 مرداد ماه سال 1403 تیراندازی نیروهای مسلح در مناطق مرزی دزاور نوسود به جان باختن یک کولبر منجر شد. هویت وی ناظم سفری 24 ساله فرزند جعفر و اهل روستای نوی نصابه شهرستان سرباباد گزارش شده است. بر اساس همین گزارش، پیکر بیجان آقای سفری به بیمارستان پاوه منتقل شده است. دو زندانی در آذربایجان غربی از چوب دار رهایی یافتند. دو زندانی در آذربایجان غربی که پیشتر از بابت اتهام قتل در دو پرونده مجزا به اعدام محکوم شده بودند، در پی کسب رضایت اولیای اعدام از چوب دار رهایی یافتند. به گزارش خبرگزاری مکریان، به نقل از میزان، دو زندانی در آذربایجان غربی از اعدام رهایی یافتند. بر اساس این گزارش، ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی از حصول سازش در دو پرونده اعدام خبر داد و گفت با تلاش‌های صورت گرفته رضایت اولیای اعدام جلب شد و آنها با گذشت خود محکومین به اعدام را از مجازات نجات دادند. رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی اضافه کرد در یکی از این پرونده‌ها 10 ساعت قبل از اجرای حکم اعدام، اولیای اعدام اعلام گذشت کردند و به محکوم فرصت دوباره زندگی بخشیدند. وی همچنین اصرار داشت که با احتساب این دو پرونده، تعداد موارد سازش و بخشش اعدام در هفته‌های اخیر به عدد 14 رسید و کل سازش‌های این استان از ابتدای سال به 24 فقره رسیده است. از همراهی و صبوری‌تان سپاسگزاریم.